فکر میکنم این مسیر الان در اختیار اونا هست. اونا اگر برگردن به میز مذاکره و در چارچوب این بیانیه مذاکراتشون رو شکل بدن، میتونن به یه طریقی به موضوعات اساسی که در این بیانیه هست برسن. اما اگر بخوان فریبکاری کنن یا بازیگوشی در بیارن تو این مسئله سیاسی، قطعا مسئولین ایرانی به این موضوع توجه میکنن و مجلس هم مسئله رو با دقت رصد میکنه و خیلی به نفع اونا نیست وارد یک مسیر پرسنگلاخی بشن. بعد از مذاکرات تلفنی آقای لاوروف با آقای متکی و دبیر شورای امنیت روسیه با آقای جلیلی، تا حدی برای اونها روشن شد که منافع مشترک در چه قلمروهایی میتونه رقم بخوره. من پیشنهاد میکنم موضوع رو جدی بگیرن. وزیر خارجه آمریکا که بعضی از اشکالات درش هست، خب یه چند تا از اشکالات رو بگن. یه حرفای کلی چه ثمری دو صحنه بین‌المللی داره؟ و همین حرف نشان میده پس باید در یک مذاکراتی اگر اعتقاد دارید که اشکالاتی وجود داره، تو اون مذاکرات این بارور بشه و قوی تر بشه. خب بفرمایید مذاکراتتون انجام بدید. من فکر میکنم یه آشفتگی در سیاست خارجی آمریکا وجود داره.